با بهترین درودها خدمت شما بینندگان گرامی، حزب مشروطه ایران در رابطه با درگذشت نلسون ماندلا اعلامیه‌ای بدین مضمون منتشر کرده است. خبر درگذشت نلسون ماندلا، بزرگ مردی که چون کوهی از مقاومت و شرافت، سالها چون وجدان بیدار انسانها در برابر بی‌عدالتی و تبعیض در کشورش ایستاد و آخر پیروز و سربلند تبعیض نژادی را در زادگاهش از بین برد و بخشش را بدون از یاد بردن بر انتقام کور و خشونت ترجیح داد، مایه تأسف و تأثر عمیق همه آزادی خواهان و وجدانهای بیدار جهان را فراهم ساخت. بزرگ مردی که در تمام طول عمر بلند و پربارش الگویی بود از شجاعت و شرافت برای همه آزادی خواهان راستین جهان. او آزادی خواهی راستین بود، چرا که نه هرگز در برابر بی‌عدالتی و ظلم سکوت کرد و نه هرگز در صدد توجیه آن برآمد. او می دانست آزادی انسان و آزادی انسان ارزان به دست نمی آید و برای به دست یافتنش از تحمل هیچ رنج و سختی گریزان نبود. با آنکه می دانست تحریم های اقتصادی زندگی سخت سیاه پوستان آفریقای جنوبی را سخت تر می کند، جهانیان را به تحریم همه جانبه رژیم نژاد پرست آپارتاید فرافرا می خواند، چرا که می دانست آزادی انسان بی رنج به دست نمی آید. نه رژیم ضد انسانی تبعیض‌آمیز آپارتاید بدون فشارهای همه جانبه جهانی تسلیم خواهد شد. آزادی خواهان جهان بسیار از او آموختند و تا سالها پس از آن نیز خواهند آموخت. تأثیر مبارزه و استقامت او بر آزادی خواهان جهان غیر قابل انکار است. حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات، همراه با دیگر ایرانیان آزاده‌ای که چون او تبعیض و بی‌عدالتی را در زادگاه خود می‌بینند و چون او نه به آن تن در می‌دهند و نه در صدد توجیه برمی‌آیند و همواره خود را موظف به مقابله با آن می‌دانند، خود را در غم از دست دادن چنین مبارز و الگوی بزرگ شریک دانسته و نام و یاد او را گرامی می‌دارد. نام و یاد نلسون ماندلا گرامی و راهش پر ره رو باد. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران، حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات. در ادامه برنامه با ما باشید. ایران ای مرز پرگوهر، ای
با بهترین درودها مجددن خدمت شما بینندگان گرامی، شما که به تماشای برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران از طریق شبکه سراسری کانال یک در لس آنجلس نشسته اید. درودی داریم به همه شما ایرانیان که در سراسر جهان برنامه های ما را دنبال می کنید تا بیشتر و در مورد ایران کشور عزیزمان بدانید و لحظه ای از آنچه که در سرزمینمان می گذرد غافل نباشید. درودی داریم به همه هموندان حزب مشروطه ایران. درودی داریم به همه مبارزان سیاسی جهان که در ایرانیان در سراسر جهان که برای آزادی و سربلندی ایران با هر عقیده سیاسی که هستند فعالیت میکنند. در برنامه امروز به اروپا خواهیم رفت و گزارش هایی در مورد تظاهرات نه به اعدام خواهیم داشت که در چند کشور اروپایی برگزار می گردد و شاخه های حزب مشروطه ایران در این مورد با دیگر ایرانیان همکاری می کنند. سعی خواهیم کرد که به سوئیس برویم، به آلمان برویم، به لندن برویم و در وقتی که داریم با این یاران به گفتگو بنشینیم. اگر هر کدوم از یاران حاضرن من آماده هستم. تا ارتباطمون برقرار بشه یک کلیپ در این مورد نشون میدیم تا بتونیم با لندن و سوئیس و آلمان ارتباطمون رو برقرار کنیم. با ما باشید. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما. بله بینندگان گرامی، ارتباط ما با سوئیس با آقای یاور یزدانپرست مسئول رادیو تلویزیون ما در اروپا برقرار شد. آقای یاور یزدانپرست در اروپا، درود بر شما قربان. تمام بینندگان شما در سراسر گیتی به ویژه در ایران در خدمت شما هستم. جناب یاور به ما بگین که چه میگذرد و تظاهراتی که در پیشه کیه و چگونه است؟ تظاهراتی که برگزار شد در روز شنبه دیروز اینجا در روز 16 آذر، تظاهرات نه به اعدام رو شاخه حزب مشروطه در سوئیس به همراه دیگر احزاب و نهادها و سازمانها و گروه های دیگه اینجا برگزار کردیم. در کشورهای مختلفی هم برگزار شد، در آلمان در دو شهر فرانکفورت و کلن، در هلند در شهر لاهه، در لندن و در انگلستان و در نروژ و در بسیاری از شهرهای دیگه اروپایی تظاهرات رو به خوبی برگزار کردیم و دوستان بسیاری شرکت کردن، علارغم نمایش‌های جمهوری اسلامی که می‌خواد مردم رو دلسرد کنه و بگه که ما با جهانیان نشستیم و برخاست می‌کنیم و با کشورهای غربی گفتگو می‌کنیم و نقض حقوق بشر هیچ ارزشی در ایران نداره، اما دوستان و یاران و هم‌میهنان آزاده ما با شرکت در این تظاهرات‌ها نشان دادن که هیچ ارزشی برای این بازی‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی قائل نیستند و همچنان میدان مبارزه را تا روز پیروزی رها نخواهند کرد. همونطور که می‌دونید جمهوری اسلامی بعد از روی کار آمدن حسن روحانی بسیار همچنان اعدام می‌کنه و شمار روزافزون اعدام‌ها این نگرانی رو افسوده که جمهوری اسلامی در داخل
که سرکوب به بیشتر داره ادامه میده و در خارج کشور به فریب بیشتر. من به همین مناسبت با همکاری شاخه‌های حزب مشروطه در کشورهای اروپایی و همچنین دیگر نهادها و سازمان‌های سیاسی که همگی دست به دست هم دادند و یک تظاهرات مشترک رو روز شنبه با همکاری دوستان برگزار کردیم و بار دیگر به جهانیان اعلام کردیم که گرچه حسن روحانی به عنوان آفتابدار ولی فقیه دوباره انتخاب شده، اما همچنان جمهوری اسلامی میکشد و ماشین کشتار جمهوری اسلامی را سر بازی ایستادن نیست و همچنان بیشتر ادامه میکنند. جواب یاور کاملا صحیح میفرمد. اون چی که جمهوری اسلامی با کشورهای پنج به علاوه یک میکنه در مورد مردم ایران نیست، در مورد بیزینس هاست، در مورد پول، در مورد فروش بیشتر نفت برای سرقت سران، برای سرقت آقای مشتبه خامنه ای و دیگران است. کار ارتباطی به حال و زندگی مردم ایران نداره. اون چی که شما، من و دیگر ایرانیانی که به فکر ایرانن دنبال میکنن، آزادی یک ملت، سربلندی یک ملت و اینکه یک مردم با هر عقیده سیاسی که هستن بتونن را به راحتی حرفشون رو بزنن و چیزی و مقوله‌ای به نام زندانی سیاسی در ایران نداشته باشیم. من در خدمت شما اگر صحبت دیگری هست. نه، فقط جا داره از این از همین تریبون از دوستانی که همکاری کردن، شاخه‌های حزب مشروطه در کشورهای مختلف، دوستان دیگر که این در این مراسم همکاری کردن، آقای آرمان چاروستایی، آقای آرش مهتبی، از کسانی دوستان دیگری که از احزاب و سازمان‌های دیگر همکاری با ما کردند و جا داره از شاخه لندن که در این تظاهرات شرکت کردند، آقا و خانم خلف‌زاده که به هر حال اگر با کسالت انسان‌های شریفی هستند، بله، شرکت کردند و لطف کردند و به هر حال به بنده همین اجازه رو دادن که گزارش شاخه هلند رو اینجا خدمت شما بدم و امیدوارم که در تظاهرات های بعدی که فکر میکنم روز جهانی حقوق بشر رو هم در پیش داشته باشیم، بتونیم شاهد حضور ایرانیان باشیم تا بتونیم اون تبلیغات منفی جمهوری اسلامی رو به این صورت خونسا کنیم و نشون بدیم که ما همچنان در میدان مبارزه خواهیم بود تا روز سرنگونی جمهوری اسلامی. درود بر شما و با تشکر از شما. سپاس از شما. بدرود. می رویم به لندن و با آقای الاسمند، مسئول شاخه حزب مشروطه ایران در لندن به صحبت می شود. با ما باشید. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده، دلاغه آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. با بران هستیم که بتونیم ارتباطمون رو با لندن برقرار کنیم. اگر که آقای الاسوند حاضر هستند میتونیم اول صداشون رو بگیریم.
تو خورشید تابنده شد ناپدید. گشاد روز گیسو بلند که از مشک از آن سان نپیچی کمند. کمند از رهی بستد و داد خند بیفکند بالا نزد پیچتند برای بینندگان گرامی. قطعی بود از کنسرت سیمرغ یا ارکستوای سیمرغ که در هلند برگزار شد. و اما گزارش ما در مورد روزهای 23 و 24 ماه نوامبر، کنفرانس حزب مشروطه ایران، کنفرانس اروپایی شاههای حزب مشروطه ایران در پاریس است. با یکدیگر نگاه میکنیم به صحبتهای سخنرانان در این جلسه. در ادامه برنامه با ما باشید. و اعضای حزب مشروطه پادشاهی در پاریس جلسه ای داشتند، با این تفاوت که از مردم عادی و ایرانیان هم دعوت کرده بودند در این جلسه شرکت بکنند. جلسه ای بود آموزشی با 4 سخنران آگاه و متخصص که مسائل اقتصادی ایران رو به بحث و نظر گذاشته بودند که حاوی نکات بسیار جالب و آموزنده است که خود شما میتونید قضاوت کنید. در جلسه 2 روزه حزب مشروطه ایران که در پاریس برگزار شد، برگزار کنندگان مبتکر عمومی ساختن بحث و نظر خود شده بودند. در نیم روز اول بحث اقتصاد را از زبان متخصصین مطرح کردند. در ابتدا دکتر سیروس آموزگار به دلیل حضور 3 سخنران دیگر زمینه سخنان خود را این گونه به قضا از مجموعه موجودات جهان خارج نیست و اگر که رفتاری وجود دارد که در بین موجودات زنده دنیا رواج دارد، این حالت در انسان هم اثر می‌گذارد به عنوان یک موجود زنده. مثال های عدیده‌ای که او میاره در کتاب خودش
حتی از این هم بیشتر پیش میره و معتقد هستش که حتی پایه و اساس اختراعاتی که انسان میکند برای رفاه بیشتر، برای کوتاه کردن فاصله ها، برای گسترش سریع و خوب حرفای خودش در تمام دنیا، اینا همش ناشی از تقلیدی است که انسان از حیوانات، از موجودات زنده برمی‌داره و گاهی که یک خاصیت و یک موضوع به تنهایی کافی نیست که انسان رو به نتیجه کلاهمند هست برسونه، بعضی چیزها رو ترکیب میده. چرا ما معتقد هستیم که این فکر و این نظریه یک فکر جدید است و ناشی از خرد؟ برای اینکه به جز اینکه اصولا حیوانات به این موضوع اصلا فکر نمی کنن که آزاد باشن، چون نشون میدن که خیلی هم دنبال آزاد نیستن، یعنی اگر که بین رفاهشون و آزادیشون یه تناقض پیدا بکنه، اینها رفاه یا تغذیه خودشون رو ترجیح میدن. نمونش حیوانات وحشی هستن که وقتی شما به اینها غذا بدید، اینها به تدریج میان به خودشون رو به بند شما میندازن. و بسیاری از حیوانات وقتی که به یک جمع میپیوندن، در واقع آزادی خودشون رو از دست میدن. این خاصیت کلی تنها در حیوانات نیست، در انسان هم همینطور. چرا گفتم که اصولا تفکر مربوط به آزادی و تفکر به مربوط به دموکراسی یه چیز کاملا تازه است؟ برای اینکه حتی انسان هم تا این اواخر نه دنبال آزادی بود و نه در دنبال دموکراسی. آیا ما بایستی که واقعا دست بکشیم از تبلیغ برای دموکراسی، از تبلیغ برای آزادی و در کنار دو نیاز دیگرمون یعنی رفاه و امنیت باید صرف نظر کنیم از این؟ ولی بعضی مسائل هست در اعتقادات مذهبی که نشون میده که این خاصیت خاصیت تازه نیست، از آغاز همینطور بوده. مثلا به عنوان مثال وقتی که پیغمبر اسلام دین خودش رو عرضه می‌دارد، اولین کسی که بهش ایمان میاره زنشه، همسرشه، بیتشه، یعنی اولین تأثیرش روی بیت خانواده. دومینش علیست. علی نماینده جوان هاست. 13 سالشه. هنوز به معنای واقعی اسلامی حتی بالغ نشده، ولی سمبول آینده است. این استش که میپیوندن به اسلام. اسلام خوب است، پس اصلا به بحث بنده مربوط نیست و گفتم که من خیلی اعتقاد مذهبی ندارم. در مسیحیت هم همینطور. مسیح وقتی که برپا خواست واقعا جوان بود، خیلی خیلی جوان، و او بود که تونست مردم رو به جوشش وابد. این خاصیت تکیه به جوان ها و امیدوار شدن بر این که جوان ها بتونن نقش خودشون رو ادامه بدن، تنها پشتوانه است و تنها اعتباری است که میتونه به انسان بدهد که آیندهش آینده درخشان خواهد. دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد در دانشگاه های فرانسه و بریتانیا. از این کسب از مشروطه خواه سنتی شروع کرد و به حزب نخستین حزب لیبرال ایران فرامید تبریف بگم. برده نیز کنش نمی کند. انسان مدنی آزاد اهل کنش است. پس از این نکته که انسان موجودی است کنشگر، از او وضعیت موجود خود رو میسنجه با وضعیت آرمانی که در ذهنش داره مقایسه میکنه، آنگاه به تغییر وضعیت موجود کمتر مطلوب
میپردازیم که اون رو به صورت وضعیت آرمانی نزدیکتر بکنیم. برای نقل بدون طرح میریزه، ابزار و وسایل فراهم میکنه و دست به کنش میزنه. بدین سان غایتها و ابزارهای انسان در ذهن انسان کنشگر ردبندی میشن و سنجیده میشن. به این ترتیب توجه به نقص اطلاعات، به قول کینز او گفت ما حتی اطلاعاتمون در مورد آثار مستقیم اقدامات خودمون بسیار ناقصه، تا چه رسد به آثار ثانوی و غیر مستقیم کردارهای بودیم. سود و زیانی که انسان دنبال آن هست ناشی از تصمیم‌های اوست. تصمیم‌های او در متن اندرکنش‌های بغرنج انجام می‌گیرد. سود و زیان نتیجه این تصمیم هاست. این تصمیم ها از عوامل بسیار گسترده‌ای نظیر سنجش، آگاهی های ناقص، پیشبینی، دانش، علم، خرافه، دین، امید، هوس، آرزو، از اینها برخوردار. انسان‌های روی زمین رو به هم ربط می‌دهد از طریق مکانیزم‌های عرضه، تقاضا، قیمت، به طوری که شما اگر در دل آمازون هم دست به تولید بزنید نتیجه تولید شما به پول جهانی سنجیده می‌شود، به دلار سنجیده می‌شود. یک نوآوری در دل فلان جامعه هزینه های تولید تمام جهان را در مدت کمی پایین می آورد. رقابت در اونجا سبب می شود رقیبان کم قابلیت در حذف بشوند، قیمت افت کنه. نگاه کنید به قیمت کامپیوتر که در این چند ده سال گذشته چندین برابر کمتر شده و چقدر گسترش پیدا کرده. این شبکه‌ای که اندر شأن اون باید به صورت مجزا صحبت کرد اسمش هست شبکه بازار. منظور از بازار دوستان میدونن اون سقف و گنبد و حجره و دکان و سوق و اینا نیست. بازار مکانیزمی است که در اونجا عرضه کنندگان با تقاضا کنندگان از طریق مکانیزم قیمت برخورد میکنند و بر اثر این گلاویزی دو تا نیرو برآیند پدید میاد به اون قیمت. پس قیمت در واقع یک آرزه است که پشت دو دست نیروی بسیار ماهیت متفاوت وارد کار می شود و با هم گلاویز می شود. توضیح مختصری از این نیروهایی که پشت منحنی عرضه و پشت منحنی تقاضا هست از خواهم کرد. 6 میلیارد انسان رو بتونیم سازمان دهیم، بسیج بکنیم، نمیتواند کاری را بکند که 1 یورو در 1 روز انجام بده. برای که این یورو هوس‌ها رو اندازه میگیره، آرزوها رو اندازه میگیره، امیدها رو، پیشبینیها رو، خردها رو، تمامی اینها رو در یک مکانیزم عمومی بازار در شبکه میریزه. در نتیجه کوچکترین تغییر آن جلز و بلزی که مختره در بیدارخوابی های خودش عمل میکنه، در شب زنده داری های خودش کسب میکنه، به کار میبنده، به فاصله بلا فاصله با به کار بسته شدن در قدرت خرید پول منعکس میشه. اقتصاد این مکتب و اون مکتب وجود نداره، اقتصاد خوب و بد وجود داره. به این ترتیب ما شاهد این بوده ایم که اقتصاد بد چه آثاری به بار آورده، اقتصاد خوب چه ثمراتی به بار آورده. دکتر فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، که او نیز مقالاتش در سایت های اینترنتی قابل مطالعه است. در واقع
میشه گفت از این نظر شباهت‌هایی هم داشت با خیلی از کشورهای در حال توسعه زیر سلطه افکار سوسیالیستی و کمونیستی بود. در واقع سازمان حزب توده بعد از رویدادهای سال 32 در هم شکست، ولی فکر توده‌ای به شکل خیلی خیلی گسترده‌ای در ایران رونق پیدا کرد و بخش‌های بزرگی از جامعه روشنفکری و بخش‌های بزرگی از طبقه متوسط ایران رو به خصوص در بر گرفت و ما در اون دوره عملاً روشنفکر لیبرال نداشتیم، یا اگر داشتیم جرأت نمی‌کرد که از لیبرالیسم دفاع بکنه. روشنفکر به مفهوم روشنفکر چپ بود و مبارزه با سرمایه مبارزه با سرمایه‌داری، مبارزه با غرب به شکل بسیار گسترده‌ای در جامعه ایران دیده می‌شد. کار به جایی رسیده بود که حتی در درون حکومت، در درون نظام پادشاهی دفاع از سوسیالیسم مد بود و کسی جرأت نمی‌کرد آشکارا خودش رو هوادار اقتصاد آزاد یا کلمه خیلی خیلی بد و زشتش که به فحش تبدیل شده بود، یعنی سرمایه‌داری، جلوه بده. کتاب‌ها و نوشته‌های مختلفی که منتشر شده این مسئله رو ثابت می‌کنه، از نوشته‌های آقای دکتر علی‌خانی گرفته تا مطالبی که به خصوص در مورد بیوگرافی پادشاه ایران نوشته شده بود، که در همه اینها شاه به سوسیالیست بودن اعتقاد داشته و میگفته که اگر قرار به سوسیالیست بودن باشه او از همه سوسیالیست تره. به هر حال این وضعیت تفکر گسترده چپ در ایران وجود داشت و حتی چیزی هم که میشه گفت اینه که در آخر حتی رقابتی بود بین نیروهای مذهبی و نیروهای چپ در راه پیشرفت در دفاع از سوسیالیسم و ایدئولوگ‌های مذهبی اصرار داشتن بگن که در دفاع از سوسیالیسم در مخالفت با سرمایه‌داری حتی از چپ‌ها جلوتر هستن. مسئله بزرگ این هست که لیبرالیسم فقط اقتصاد آزاد نیست. اقتصاد آزاد یکی از جنبه‌های لیبرالیسمه. لیبرالیسم در درجه اول یک فلسفه است و اون فلسفه اصالت فرده، فلسفه است مبتنی بر اصل حاکمیت فرد. فرد خداست. هر کسی در چارچوب فردیت خودش تا وقتی که مزاحم بقیه نشه صاحب همه حقوقه. اصل حاکمیت فرد، اصل حکومت قانون هست که اینم اگر نباشه لیبرالیسم اقتصادی هم به جایی نمیرسه. و چون این مسائل در جامعه ما نیست، که البته فقط و فقط این موضوع رو باید ما روش فکر بکنیم، عامل این وضعیت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری فقط این نیست، ما باید فکر بکنیم که آیا در تاریخمون، در ادبیاتمون، در فرهنگمون آیا فرد همون نقشی رو داشته و داره که در تاریخ و فرهنگ ادبیات غرب جایی که لیبرالیسم متولد شده، و آیا ما برای این که بتوانیم زمینه پیشروی لیبرالیسم را در ایران آماده کنیم، آیا میتوانیم با حفظ تمام بنیانها و پایه‌های فرهنگیمون این کار رو بکنیم، یا اینکه مستلزم این هستیم که دست بزنیم به یک تجدید نظر بنیادی در بعضی از اصول و پایه‌های فکری که در طی قرن‌ها در ایران شکل گرفته و اونها رو در برابر علامت پرسش قرار بدیم. در پایان دکتر شاهین فاطمی نیز در مقام تجربه و نیز استادی دانشگاه‌های اقتصاد سخن گفت. تشکیل این جمع برای استماع سخنرانی تنها نبود، برای این بود که شما که فردا ایران را خواهید ساخت و من شکی در اون ندارم، در این بحث وارد بشید و اون چه که فکر میکنید مطرح بفرمید. این کار رو بعد از ظهر انجام میدیم و همونطور که میدونید برنامه فردا بعد از ظهر هم باز
برنامه هست، ولی من فقط به طور خیلی مختصر عرایت زیر امروز میکنم و مطالبی رو میذارم برای پرسش و پاسخ. دکتر آموزگار که صبح ما رو زیبنده فرمودن با فرمایشات خودشون، فرمودن که رفاه و امنیت در برابر آزادی این قابل معامله نیست. سال پیش من در روسیه بودم و با چشم خودم دیدم که یک ملتی این معامله رو انجام داده، یعنی روس‌ها با کمال میل دیکتاتوری پوتین را قبول کردن به شرط اینکه از اون فقری که بعد از فروپاشی کمونیسم بود و اون ناامنی که وجود داشت با دست‌های آهنین آقای پوتین مطمئن شدن که رفاه دارن، همه میتونن همدیگر رو بچاپن و در این حال جلوی بمب‌گذاری هم گرفته شده. جناب دکتر منصور به بهترین وجهی اصول و مبانی اقتصاد آزاد رو مطرح کردن. من هر وقت به صحبت‌های دکتر منصور گوش فرا میدم از ایشون میآموزم و با چه ادبیات زیبایی مطالب توحید که بسیار بسیار مشکل اقتصاد رو امروز بیان کردن و دوستانی که علاقه من هستم، من مطمئن هستم که متن این نوشته رو بزودی خواهید دید. جهود شخواهند در مسیر افکار اقتصادی در ایران بسیار فرمایشاتشون با ارزش بود. من خیلی بیشتر امیدوار شدم که شنیدم در ایران دوستان لیبرال ما پیشتر از ایرانی های خارج از کشور هستند. این درست میگم، فضای روشنفکری خارج هنوز به وسیله همون استالینیست ها و مارکسیست ها به نوع دیگری اشغال شده، بیشتر فعالیت در اون چارچوبه و هواداران فکر لیبرال هنوز در خارج از کشور نتونستن ارزندان بکنن و اشکالی هم نداره، چون همه اون چپی ها اومدن خارج از کشور، مملکت اولا دست مردم افتاده و روشن فکرهای لیبرال در ایران توانستن امروز بحث غالب بشن در جامعه، در خارج از کشور مهم نیست. برای میلتون فریدمن که استاد بلا شرط بنده بوده و همیشه خواهد بود، میگه که آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی تفکیک ناپذیر هستند. شما نمیتونید در یک مملکتی آزادی سیاسی داشته باشید بدون اینکه آزادی اقتصادی هم پشت سر اون برسه، نمیتونید آزادی اقتصادی داشته باشید و مردم را از آزادی سیاسی محروم بکنید. بنابراین پایه و اساس کار که آزادی است نمیتونه تفکیک بشه بین آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی. حالا راجع به چین بعد صحبت میکنیم. چین آزادی، نه آزادی سیاسی داره و نه آزادی اقتصادی، ولی همین یک ذره‌ای که باز کردن و در این آخرین جلسه‌ای که داشتن قرار شده که مالکیت زمین را هم به نوعی به رسمیت بشناسن، خواهید دید که همین وضع بعد از در عرض 5 تا 10 سال آینده چین را عوض خواهد کرد، چون خیلی ممکنه کسی در اون مسیر شروع بکنه و بعد بتونه جلوشو بگیره. قدم‌های اولی خیلی ساده است، ولی وقتی که این مانند یک سیله که وقتی به جریان افتاد دیگه کسی نمیتونه از اون جلوگیری بکنه. نظر من بزرگترین دشمن لیبرالیسم و آزادی در ایران و در همه کشورهای دیگه دولته. دولت بزرگ بزرگترین لطمه رو به لیبرالیسم و آزادی میزنه. در ایران چه در زمان شاه و چه حالا این دولت بوده که جلوگیری کرده از گسترش اقتصاد آزاد و آزادی در ایران. بنابراین باید از شر دولت بزرگ آزاد شد، راحت شد. دولت بزرگ مثل یه غولی میمونه که روی مملکت افتاده. اگر چنین غولی وجود داشته باشه، اینو چطوری میشه از بین برد؟ یکی از بزرگترین و بهترین راههایی که پیدا کردن برای اینکه غول بزرگ از بین بره اینه که تغذیه نشه، یعنی وقتی که یک حیوان مخوف غذا گیرش نیاد روز به روز کوچکتر میشه. بزرگترین راه تغذیه
قول بزرگ حکومت در ایران درآمد نفت بوده، چه در زمان قبل و چه بعد از اینکه به اصطلاح ملی شد. نفت در ایران ملی نشد، نفت در ایران دولتی شد. یعنی وقت تا زمانی که درآمد نفت به جیب دولت بره و دولت اون پول رو بخواد به مردم بده، رابطه دولت و ملت عوض شده، ملت شده نوکر دولت، در حالی که دولت باید نوکر ملت باشه و اجرتش هم از طریق مالیات بگیره. دولتی که روی مالیات مردم حکومت میکنه وابسته به مردمه. دولتی که ما امروز در ایران داریم و در گذشته هم داشتیم، دولتی است که پول نفت رو میگیره و بقیه ملت جیرخوار اون دولت هستن. بنابراین تا زمانی که نفت در ایران به معنی واقعی ملی نشه، یعنی خصوصی نشه، نفت باید خصوصی بشه و دولت مالیات بگیره مثل بقیه جاهای دنیا که چاهای نفت خصوصیه، اونهایی که نفت رو تولید میکنن به دولت مالیات میدن. راه حل چیه؟ به نظر من راه حل اینه که نفت در ایران واقعا ملی بشه، فروخته بشه و از پولی که درآمد اون نفت بشه، میدونم جناب دکتر مینا اعتراض خواهند کرد ولی اشکال نداره، بعد از موضوع زیاد صحبت کردیم، بحث بنده این بوده که پول درآمد نفت بازخرید بکنن دو سوم کارمندای دولت رو، چون الان کارمندای دولت واقعا کاری ندارن بکنن. تو اگر شما ادارات دولتی ایران رو چه در گذشته رو ببینید، همه مشاورین نشستن دور میز با هم دیگه حرف میزنن، برای اینکه شما یک کاغذ گمرکی رو امضا بکنید باید 9 تا امضا بگیرید دور این اتاق، 6 تا از اینا زیادی هست، این 6 تا رو باید با اون پول سرمایه در اختیارشون گذاشت برن در بخش خصوصی فعال بشن و به اون یک سومی که میمونه حقوق و مزایای حسابی داده بشه که بهترین مغزها برن برای دولت کار بکنن، همینطوری که در جاهای دیگه دنیا شما میبینید. در دانشگاه امریکا موقعی که من اونجا تدریس میکردم شما میدیدید که دولت امریکا در مقابل IBM با هم رقابت داشتن که کی پول بیشتر بده به دانشجویانی که نمره معدل آی گرفتن. رقابت بین IBM و دولت بود، نه اینکه هر کس که وامونده شده و تو بحث خصوصی کار گیرش نمیاد بره و کارمند دولت بشه. این فلسفه باید از بین بره. خب بله بینندگان گرامی، این گزارشی بود از سخنرانان کنفرانس اروپایی شاخه‌های حزب مشروطه ایران در ماه نوامبر. برای متن کامل این سخنرانی ها میتونید به سایت حزب مشروطه ایران www.irancpi.net برید و این مطالب رو ببینید، سایتی که به کمک و با تلاش بسیار با مسئولیت آقای بهمن زاهدی مرد خستگی ناپذیر کارهای حزبی ما همچنان بابرجاست و این سایت قابل رویت است. همچنین به یوتیوب برید، برنامه های حزب مشروطه ایران را در روی یوتیوب و فیسبوک ببینید، ببینید که این برنامه ها همگی در آرشیو حزب مشروطه ایران ایران سی پی آی هست و میتونید همه اونها رو بازبین کنید و یک آرشیو بسیار بسیار پری از برنامه های حزب در اون داریم. در اینجا وقت برنامه ما به پایان میرسه. از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید بسیار بسیار متشکرم. به همراه آقای یاور، به همراه آقای رضا مدیر برنامه، به همراه آقای آرش تهیه کننده و آقای افشین مسئول فنی برنامه، همه شما را تا دیگر بار هفته آینده در همین ساعت به طور زنده در خانه های شما خواهیم آمد و با شما در مورد مسائل ایران و آنچه که رژیم جمهوری اسلامی از گفتنش سر باز میزند و یا به صورت دروغ مثل همیشه تحویل شما میدهد را باز میکنیم و به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد. همه شما را به خدای ایران، به خدای عشق، به خدایی که جز عشق نمیشناسد میسپارم و به یاد داشته باشید در راهی که در پیش داریم پیروزی از آن ماست.